مقام های جمهوری اسلامی به جای اینکه پاسخ سوالات و ابهامات آژانس رو بدن، سعی میکنن با استفاده از واژه هایی مثل سیاسی کاری و فشار تحریم ها بحث و منحرف کنن و خودشون رو در جایگاه قربانی قرار بدن. تحلیل شما چیه؟ خب بدون تردید یک مقداری از این نوع ترفندها به کار میگیرن. اینا از یک سو علاقمند هستن و این واضحه که به دنبال این هستن که اگر میشه یک راه حلی برسن، ولی خب دارن سعی میکنن که حتی امکان مزاحمت های مختلف برای آژانس فراهم بیارن، پوست خربوزه به قول معروف زیر پای مقامات اونها بگذارن. میدونید موقعی که حسن نیت توی کار نیست این نوع مسائل پیش میاد، ایرادات بنی اسرائیلی میگیرن و کاری که میکنن ضمن اینی که به هر حال شاید قابل قبول نباشه از نظر کسانی که علاقه مندن به یک راه حل برسن، ولی خب غیر قانونی هم از اون سو نیست و این زمینه رو دارن که این نوع ایرادات رو بگیرن، از قبیل این که مثلا آژانس نباید متخصصین فرانسوی و انگلیسی و آلمانی بفرسته. خب این مزاحمت فراهم آوردن برای آژانس ولی خب غیر قانونی نیست. بله آقای خانساری، حکومت ایران از سوی ابراز تمایل میکنه برای برگشت به مذاکرات و توافقاتی در مورد برنامه هسته‌ایش با غرب، اما همزمان حاضر به همکاری با آژانس نیست. این رفتار دوگانه دلیلش چیه؟ خب ببینید، همونطور که عرض کردم، اینا خودشون نمیگن که ما همکاری نمی کنیم، ولی عملا اون همکاری هایی که لازمه برای اینکه این پرونده بتونه سریع جلو بره، خب اون رو ما شاهدش نیستیم. اولویت این مسئله در فرض کنیم از زمانی که این مسئله برجام، یعنی پرونده برجام رو پرزیدنت ترامپ به یک نوعی تغییر داد، اولویت این مسئله برای مقامات ایرانی در مواقع مختلف بالا و پایین بوده. الان به عقیده من اینها علاقه‌مندن که زودتر هر طور شده به هر حال به یک نوع توافقی برسن، ولی خب میخوان این رو از یک پایگاهی بکنن که در ضمن اون نیروهایی که در داخل با اونها کار میکنن اونها رو هم راضی بکنن و اینجور وانمود نشه که اینها تسلیم شدن و فشارهای غرب، تحریمها اینها رو در این به اصطلاح موقعیت قرار داده. ولی نهایتا به نظر من این صحبتهایی که میشه، این حرفهایی، این شایعاتی که آیت الله خامنه‌ای مثلا با مذاکرات ما مستقیم موافقت کرده، اینا همه دال بر اینه که دارن زمینه رو در داخل کشور آماده میکنن برای اینی که بتونن به هر حال به یک توافقی برسن و اون توافق با اون ادعاهایی که اینها نهایتا میکنن خیلی متفاوت خواهد بود و این مشکلاتی است که به هر حال اینا باش هر روز مثلا روبرو هستن. بله آقای خانساری، همونطور که گفتم وزیر خارجه ایران در این باره گفته که ژاپن پیشنهاداتی داده. حسین امیرعبداللهیان سه روز پیش هم گفته بود سلطان عمان طرحی داده برای بازگشت به برجام که این طرح روی میزه. این کشورها به نظرتون میتونن در این شرایط نقشی مؤثر بازی کنن برای حل مناقشه هسته ایران، یا اینکه الان عملکرد تهرانه که تعیین کننده است؟ خب نهایتا عملکرد تهران اگر درست نباشه که این مذاکرات به جایی نمیکشه، ولی بدون تردید مداخله عمان و مداخلاتی که از سوی کشورهای مثل ژاپن یا قطر در حاشیه صورت میگیره، خب این کار رو برای مقامات ایرانی آسان‌تر میکنه. و ببینید، خواست جمهوری اسلامی از این اقداماتی که در ماه‌های اخیر کرده برای بازیابی مشروعیتش در عرصه بین‌المللی، به خصوص بعد از این ماجراهایی که در یک سال گذشته در داخل ایران باش روبرو بوده، تمایلش این است که به نتیجه برسه و میخواد از کشورهایی مثل ژاپن، عمان، قطر استفاده بکنه که این به اصطلاح اون تعهداتی رو که باید ایران نهایتاً به اجرا بگذاره و این که باید به هر حال با اون چارچوبی که آژانس میگه خودش رو تطبیق بده، این رو به یک صورت ملایمتری
و اینو مطرح بکنه که در داخل ایران اینجور نباشه که به خاطر فشارهای بین المللی کمرش شکسته و حالا داره تسلیم میشه و اینا. یعنی با میخواد با چجوری بگم با تندروی عقب نشینی بکنه و این هدفیست که داره. بله. و خب از این کشورها هم به هر حال دارن یک نقشی رو به دلایل خودشون، چون همه اینها میخوان که تو منطقه تنش زدایی ادامه پیدا بکنه و اینکه در شرایط کنونی وضع از اینی که هست بغرنجتر برای هیچ کس نشه. تشکر میکنم از شما مرتضی خانساری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.